شرکت فورد پروژه ساخت کارخانه جدید در ایالت سن لوئیس پوتوزی واقع در مکزیک را منتفی اعلام کرد. اجرای این طرح 1,600,000,000 دلاری می توانست به اشتغال زایی برای 2800 نفر منجر شود. همیشه کارهایی را که آمریکاییان نمیخواهند بکنند به عهده داریم. بنابراین منتظرم ببینم اگر این کارخانه در آمریکا تأسیس شود چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینم آیا آمریکایی ها کاری را که ما قبول میکردیم را به عهده خواهند گرفت. وزارت دارایی مکزیک در واکنش به تصمیم فورد نامه ای منتشر کرده و در آن این کمپانی را ملزم کرده کمک های ایالتی برای تأسیس این کارخانه را پس دهد. فرماندار ایالت سن لوئیس پوتوزی گفت: فرماندار ایالت و شرکت فورد بر اساس توافق حاصل در صورت فسخ پیش از موعد قرارداد عمل خواهند کرد که شامل بازپرداخت کامل هزینه ها و سرمایه گذاری های ایالت برای اجرای این پروژه می شود. فورد در نظر دارد به جای این پروژه در کارخانه خود واقع در میشیگان به سرمایه گذاری معادل 700 میلیون یورو روی آورد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود نباید اجازه داد کمپانی های آمریکایی فعالیت های خود را به کشورهایی چون مکزیک منتقل کنند. وی با انتشار توییتی در روز سه‌شنبه شرکت جنرال موتورز را تهدید کرده در صورتی که مدل های خود را در آمریکا مونتاژ نکند مالیات بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد.